بارها بود کیش من مهر دلدارها، پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونم زین حلقه، برونم زین حلقه، هوشیارها هوشیارها. حوز قشر غالبش عرض شود بحث های نقلی بوده، فقه و اصول اینا، البته اصول که یه مقدارش عقلیه. حوزه علمی قوم، حالا من از قبل از ها شیخ رو صحبت نمی کنم که خب اونم داستان هایی داره، از زمانی که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم یزدی علی الله و مقامه و شریف حوزه رو تأسیس کردم تا زمان علامه طباطبایی، طبیعتاً یک حوزه فقاهتی است. در نجف مخصوصاً سابق، حالا به اون صورت نیست، سابق علم فقط فقه و اصول بود. همون فقهش هم که وجود داشت، یه عده می‌خواندن که بیان بالا. حالا اگر به مرجعیت تقلید برسن که خب نوادر ممکن بود اینجور، خدا توفیق بده که برسن، و ارتباطی با توده مردم پیدا کنن از طریق مرجعیت، یا نه اگر فاضلی می شدن دو مرتبه فقط بایستی توی همین حد باشن که مدرس بشه توی حوزه، دوباره درس بگه یا تعداد دیگری رو ها تربیت کنه که اونم دوباره مدرس بشه بیا همونجا بمونه. یعنی از خیرات و برکات این تدریس ها توی بیرون حوزه خیلی چیزی پیدا نمیشد. علامه طباطبایی دارای قدرت ابداع فکری بود، به طور مستقل می اندیشید و سخن تازه و فکر فلسفی بدیع داشت. یعنی مسئله حوزه رو از یک بنبستی که ارتباط نمیتونست برقرار کنه با دانشگاه ها و مسائل جوانان و روشن فکران، علامه نجات دادن. اگر یک انسانی که عرشت که سمت رسالت داره و وظیفه رسالت داره و میخواد مکتبی را اعلام بکنه، این انسان که میخواد مکتبی را اعلام بکنه دیگه از این چیزا باک نداره که بره پیش کربن یا کربن پیش او بیاد. در پاییز سال گذشته برای پرداختن به برخی کارهای ضروری روزی چند در تهران بودم. روزی دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر جزایری مذاکره کردند که جناب آقای دکتر کربن فرانسوی استاد دانشگاه سوربن و دانشگاه تهران که از مستشرقین نامی فرانسه هستند، اظهار علاقمندی میکردند تا با شما ملاقاتی کنند. حقیقت این که بنده خودم نیز بنا به فضایل اخلاقی و فعالیت کم نظیر علمی که از معظم الله شنیده بودم، به چنین ملاقاتی اشتیاق فراوان داشتم. از این رو اجابت کردم و بنای ملاقات گذاشته شد. پروفسور هانری کوربن، شرق‌شناس بزرگ فرانسوی، تلفیق کم نظیری از دقت نظر فلسفی و گرایش عمیق عرفانی بود. آشنایی او با فلسفه و عرفان پس از مطالعه و تصحیح کتاب حکمت الاشراق سهروردی آغاز شد، کتابی که هدیه استاد او لوی ماسینیون بود. مطالب عمیق و شگرف کتاب حکمت الاشراق طوفانی در زندگانی کوربن برپا کرد و پس از آن دیری نگذشت که استاد دانشگاه سوربن به ایران آمد و کرسی درس فلسفه را در دانشگاه تهران از آن خود کرد. اما این همه ماجرا نبود. او در پی کسی بود که سهروردی و ملا صدرا و عرفان اسلامی را نه تنها برای او تشریح کند، بلکه این راه را پیموده باشد و پرسش‌های بیشمار او را پاسخ گوید و خداوند مهربان کربن او را به آن کسی که می‌خواست رسانید. این ملاقات اگرچه مستعجلاً با فرصت کم و وقتی تنگ به عمل آمد و آقای دکتر کربن در جناح حرکت
و عازم مراجعت به پاریس بود، اما شاروده دوستی را ریخت. و بدین ترتیب جلسات مداوم بحث و گفتگو در طول سالهای متمادی بین آن دو شکل گرفت. من هم در جلسات تهران همراه ایشون از قم می آمدم و در اون دو شبی که هفته دو شبی هم که دو هفته یک بار دو شب در تهران در منزل ذوالمجد طباطبایی در خیابان بهار اون جلسه تشکیل می شد و هانری کوربن بود و دکتر نصر و دکتر شایگان و بسیاری از اساتید، بسیار که نه، اونم تعداد معدودی از اساتید دانشگاه. من در اون جلسات شرکت داشتم، حتی از قبل از منم بوده، ولی خب این توفیق رو من داشتم که چند سالی در این جلسات شرکت داشته باشم. گاهی من خودم فکر میکردم، حالا شما این سوال تر کردی میخوام بگم، خود من اتفاقا اون جلسات بیشتر ایامی که کوربن در تهران بود، کوربن سال 6 ماه 4 ماه در تهران بود، بقیهش میرفت فرانسه، این کوربن همون ایامی در تهران بود که تابستان و هوا گرم بود. و من وقتی که همراهیشون از قم حرکت میکردیم به تهران میاییم، وقتم سواری اینا که حالا ما یا وسوال شرشت، من میرفتم بلیط اتوبوس میرفتم شمس العماره و همراه علامه میمدیم، اتوبوس سوار میشدیم، میمدیم شمس العماره پیاده میشدیم و با تاکسی میرفتیم خیابون بهار منزل ظلمه. هوا بسیار گرم، مرحوم علامه خوب پیرمرد بود، حالا ما وقت جوان بودیم، میرفتیم و اون جلسه برگزار میشد. گاهی البته اون جلسات خیلی پربار بود، گاهی هم مثلا یه شبا میدیدم خب حرفای معمولی رد و بدل میشه و همون شبا به فکر من میامد که خب امشب که مطلب چندان مهم میگفته نشد، مرحوم علامه با این پیر مردی در این هوای گرم چرا پا میشه از قم میاد به تهران و در این مجلس شرکت میکنه، چرا؟ این برای من سوال بود. آقای دکتر کوربن اظهار می داشتند که تا کنون مستشرقین اطلاعات علمی که از اسلام به دست آوردند، مطالعاتی که در کتب و آثار اسلامی کرده و تماسی که با رجال علمی اسلام گرفتند، همه در محیط تسنن بوده و از انظار و عقاید علمای اهل سنت و تألیفات و آثار آنها فراتر نرفته است. در نتیجه حقیقت مذهب تشیع آنگونه که باید و شاید به دنیای غرب که چشم به دهان مستشرقین خودشان دوختند معرفی نشده است. علامه کوربن رو علاقمند میکنه به یک سری تحقیقات و کاوش هایی درباره مسئله شیعه و تشیع و ائمه اطهار. یک حادثه اتفاق افتاد، من خواستم نگم ولی بگم دیگه ها، مانعی ندارم. چند سالی به انقلاب مونده بود، این اواخر حتی این شبهه من حل شد دیگه. بعضی از دوستان من که در انقلاب نقش داشتن و اونا می دانستن که من در جلسه کوربن شرکت می کنم، آقای ساینده هم می دانستن، آمدن به من و آقای ساینده گفتن که شما و علامه طباطبایی بگید که این جلسه رو تعطیل کن، چون با امثال نصر و اینا خوب نبودن، اینا شایگان اینا. میگفتم که حال اینا مثلا یا بخواد قربانه هات، به عبارت دیگر این جلسه رو نوعی طاغوتی میدونستن. در تهران جلسات هفتگی تشکیل میشد با حضور پروفسور هانری کوربن، استاد دانشگاه سوربن و اسلام شناس معروف، و با شرکت آقای سید محمد حسین طباطبایی، مدرس حکمت و مفسر قرآن کریم در قم، و دیگر فضلا و دانشمندان قدیم و جدید. طباطبایی گویی سقراط است که نشسته و گرداگردش را شاگردان گرفتند و کوربنیز فاضل خوش‌ذوقی که می‌کوشد تا از این اقیانوس عظیم که فرهنگ اسلامی و شیعی را ساخته است جرعه‌هایی بنوشد.
دکتر علی شریعتی. گفتن که ما رومون نمیشه بریم به خود علامه بگیم، از شما میخواهیم که برید به علامه بگید که این جلسه رو تعطیل کنه دیگه نره. این حرف شنیدنش برای ما خیلی غم انگیز بود. گفتند و خب دوستان ما بودند دیگه و خودشون اهل این جلسات نبودن. من با آقای ثانی گفتم آقای ثانی شما بکن به علامه. گفت من مطلقا نمیگم. تو میخوای بگو؟ اگه نگی منم نمیگم. دیدم آقای ساینی آب پاکی رو دست ما بید. گفت من نمیگم. من هم نگفت. این هفته نگفت. هفته بعد برگشتیم دیدیم دوباره دوستان اومدن. گفتین؟ گفتیم نه. از ما طلبکار که چرا نمیگی؟ فشار رو ما آوردن که باید بگید. خدایا چه بکنیم؟ بگیم نگیم. هم دلم نمیخواست بگم. اصلا نمیخواستم تعطیل بشه این. که مبادا تعطیل خود منم میل نداشتم تعطیل بشه. بعدم رومون نمیشه چجوری بگیم؟ اما فشار رو ما زیاد. من احساسم اینه که خدمتی که علامه طباطبایی کردن با روی خوشی که به کسانی مثل هانری کوربن نشون دادن در مباحثی که با هانری کوربن داشتند و بعد بحث شیعه در اسلام رو مطرح کردند که حاصل بعضی از این مباحث بود، که اون جنبه های معنوی تشیع رو که واقعا غرب هم اینها رو نشناخته، برای به هر جوری بود ما امانت رو دیگه رعایت کردیم و یه روز در یه فرصت مناسبی آقای ثانی هم نشسته بود. من گفتم آجا آقا دوستانی پیغامی دارن، حالا من اجبورم به خدمت شما عرض کنم، دوست ندارم بگم اما خب پیامه، اگه اجازه بفرمایید عرض کنم. فرمود بگید. گفتم اینو انتظار دارم که این جلسه تعطیل بشه، میگن جلسه دیگه حالا صلاح نیست دما پیدا کنم. تا من این جمله رو گفتم و الان که یادم میاد حال غمگین میشم، ایشون یه صورت سرخی داشت، چند برابر قرمزتر شد و یه رعشه مختصری هم داشتم، رعشش هم زیادتر شد، خیلی حالش بد شد. که من هنو وقت که اون قیافه رو تصویر میکنم غمگین میشم. کربن گفتند من آنچه توانستم تلاش و کوشش کردم مذهب تشیع را به نحوی که باید و شاید به گونه‌ای که در خور واقعیت این مذهب است به جهان غرب معرفی کنم و به رغم اعتقاد همه مستشرقین گذشته اعتقاد من این است که مذهب تشیع مذهبی حقیقی اصیل و پابرجاست و دارای مشخصات یک مذهب راستین و حقیقی و غیر از آن مذهب بی پایه و بی فرهنگی است که مستشرقین گذشته به دنیای غرب معرفی کردند. از شما میخواهیم که برید به علامه بگید که این جلسه رو تعطیل کنه دیگه نره. من گفتم آجا قوی دوستانی پیغامی دارن، حالا من اجبورم به خدمت شما عرض کنم. گفتم اینو انتظار دارم که این جلسه تعطیل بشه، میگن جلسه دیگه حالا صلاح نیست دما پیدا کنه. ایشون یه صورت سرخی داشت، چند برابر قرمزتر شد و یه رعشه مختصری هم داشتم، رعشش هم زیادتر شد.
خیلی حالش بد شد. به لحظه سکوت کرد، چی نگفتم و خب خیلی ناراحت شد، سکوت کرد. حالا منم وقتی دیدم حالش ایشونه پشیمون از اینکه چرا گفتم و همطور مضطرب که چرا گفتم این حرف. لحظه سکوت کرد و بعد دوباره گفت عجب عجب، گفت من با صوت لرزان گفت به عنوان کسی که دست به قلم گرفتم و چیزی می نویسم در جهان اسلام، تنها راهی که من دارم به این که بدانم در جهان غرب چه می گذرد این جلسه است و این جلسه را اینها نمی توانند ببینند. همین دیگه چی نگفت. تازه من دوزاریم افتاد که این تو این گرما پا میشد میاد، ببین یک متفکر ایشون، یک فیلسوفه، میخواد ببینه که تازه ترین مسائل فلسفی مطرح شده به در مغرب زمین در جهان چیه که بتونه درست فکر کنه و درست تصمیم بگیره. این جلسه این فایده رو برای علامه داشت، البته برای اونا فایده بیشتر داشت. کربن هم همینه میخواست، هم کربن بسیار استفاده میکرد، یه مرد معنوی بود، میخواست بگه یک متفکر معنوی اسلام چی میگه، و هم مرحوم علامه میخواست ببینه که در جهان چه میگذره، چون نمایندگان فکر مغرب زمین بودن. فیلسوف کربن یه فیلسوف بزرگ مغرب زمین بود و هست و الان هم همه فلاسفه قبولش دارن، یکی از بزرگترین فلاسفه عصر خودش بود و هیچ فیلسوفی به اندازه کربن استاد ندیده و همه استادان بزرگ رو از هایدگر گرفته تا امیل برگه تا ژیلسون تا ماسینیون تا همه این بزرگان فکر غرب رو دیده بودشون و با این مکتب‌های فکری آشنایی داشت، نمی‌دونی که مرد معنوی بود و می‌دونست معضلات تفکر، معضلات بشر، معضلات ادیان در مقابل دنیای جدید چیه. در یه جمله گاهی می‌گفت، بزنگاه‌ها رو مطرح می‌کرد و راه حل می‌خواست و مرحوم علامه با این افق‌های جدید که وقتی آشنا می‌شد، اون فکر فعالی که او داشت می‌تونست خیلی افق‌های جدید بروش گشوده بشه و گشوده می‌شد. افق باز فکریشون همین بود، ایشون که زبانهای خارجی نمیدونست که برای یه استاد خارجی نیده بود که، ولی به درستی میدونست که الان در جهان چه میگذره، مسئله جدی چیه، معضلات کجاست، و میتونست خوب فکرشون فکر کنجکاو بود، فیلسوف کنجکاوه. از نخستین لحظه حضور معنوی و روحانیت علامه طباطبایی کربن را شیفته خود کرد و استاد فرانسوی دریافت در حضور شخصی قرار گرفته که علم و حکمت را از مرحله فکر و اندیشه به مقام عمل رسانده است. آنچه را که میگوید چشیده و پیموده و جوهر دین در وجودش نشسته است و چون این کسی بهترین معرف برای تشیع خواهد بود. هوشیار ها هوشیار ها
هانری کوربن به ایران و فرهنگ ایرانی مهر می‌ورزید و به آینده آن دلبستگی عمیقی داشت، تا جایی که ایران را وطن فکری و معنوی خیش می‌شمرد. در کوچه‌های تنگ و خاکی و پرلطف درکه، علامه طباطبایی هانری کوربن را مشایعت و بدرقه کرد و هنگامی که پس از رفتن او تنها ماند، طرح نگارش کتابی درباره شیعه برای مردم مغرب زمین در ذهن او نقش بست و بدین سان با همکاری شاگردانش در مدت 3 سال 2 اثر ارزشمند قرآن در اسلام و تشیع در اسلام پیریزی شد. اگر من بگویم ممکنی حرفم شما نپسندی و هر شنونده‌ای که این صدای من خدمتی که کوربن هانری کوربن با عالم تشیع کرده یکی از خدمات بی‌نظیر در تاریخ بشر میدونه. چرا ایشون نیامد ظاهرا شیعه بشه یا مسلمان بشه، ولی کتاب‌های ایشون، کتاب‌های معنوی ایشون که غالبا به نفع تشیعه، از معنویت تشیع صحبت میکنه، به تمام زبان‌های زنده جهان ترجمه شده، مالایایی، ترکی، عربی. و الان میدانی در عربستان سعودی کتاب های کوربن قدغنه ورودش؟ چرا قدغنه؟ برای که میدونی این کتاب ها اثرگذار به نفع تشیع. و من یک سفری که چند سال پیش به بوسنی هرزگوین رفتم که اونجا مسلمان هم سنی هم اکثر شیعه خیلی کم داره، دیدم چقدر اثر گذاشته کوربن، مرتب از تشیع صحبت میکنند، اندیشه‌های کوربن. گفتم شما از کجا میدونید؟ بعدم یه مردی که بعد یه روز نهار ما رو در منزلش دعوت کرد به نام حافظوویچ، یه مرد بزرگی حافظوویچ که زبان فرانسه مسلطه، آثار کوربن رو به خصوص همین کتاب شیعیشو به زبان بوسنیایی ترجمه کرده و چقدر در همین بوسنی هرزگوین که من به چشم دیدم اثر گذاشته کوربن، اصلا عجیب و غریب و شگفت انگیزه. در کل سراسر جهان اسلام کوربن اثر گذاشته، برای اینکه زبان فیلسوفانه عمیق داشته، اینا ترجمه شده و زبان روان داشته و مردم میخونن. این کم خدمتی نبوده و شاید اگر با علامه طباطبایی برخورد نمی کرد یا نمی گفت اینها رو، یا کم تر می گفت. وقتی اومدیم قم، این نقطه که الان قرار داریم اینجا یک زمین خالی بود که مرحوم آقای حجت اون وقت در حال حیات بودن و تمایل پیدا کردن که اینجا رو به صورت یک مدرسه در بیارن و اعلان کردن که اشخاص ذی صلاحیت نقشه بیارن. گاهگاهی نقشه هایی از بعضی افراد میومد دست مرحوم آقای حجت، گویا آقای حجت مثلا خسته شدن از این که هی تکرار میشه، بهشون اظهار کردن که پس خود شما یه طرحی تهیه کنید. این حرف مرحوم علامه طباطبایی رو مکلف کرد به این که یه طرحی تهیه کنن. مرحوم علامه طباطبایی یه فکر ریاضی خیلی خوبی داشتن، ایشون جا مطالعه کردند و طرحی تهیه کردند و آقای حجت هم که گویا ایشون رو شناخت کافی داشتن و اینا، طرح ایشون رو در جا قبول کردن. اون طرح ایشون وضع حاضر همین مدرسه شده. من از پدرم پرسیدم که
چرا این بلوک ها رو شما مستقل ساختید و گوشه ها به هم متصل نیست؟ ایشون جواب دادن که این نوع ساختمان هر بیننده رو متوجه بزرگترین ابعاد زمین میکنه و محدودیت دید رو حذف میکنه، برطرف میکنه. در این حال پشت های این بلوک ها فضاهایی رو برای رفاه ساکنین استفاده های خاص کردن. یه طرف رو سرویس توالت درست کردن، یه طرف رو مسجد و عرض کنم که حیات کوچکه این بغل و انواع چیزها. برای اون زیرزمینی که عرض شد بادگیرهایی گذاشتن که تابستون وقتی نسیم به اون بادگیرها میخوره مستقیم میره به اون زیرزمین، یه وزش مناسبی اون زیر هست که خنک‌تر بشه. یک داستانی رو نقل کردم براتون، اون یه تیکش بود، اون شعر سالها دلطلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد. اینو با چه آب تابی شرح می دادن که آدم همه چیز پیش خودشه، میره دنبالش، چیزی که پیش خودشه جای دیگه دنبالش میره، در حالی که همه چیز پیش خودشه. مرحوم آقای طباطبایی به حافظ خیلی علاقه داشت و گاهی هم در همون جلساتی که ما بودیم اگر یه شعری استطرادی و گذرا خونده می شد خیلی خوب معنی می کرد. اون سوالفت زیادی با حافظ و ظرافت شعر حافظ، و چون آقای طباطبایی ادیب هم بود علاوه بر فیلسوف بودن ادیب هم بود، واقعا هنرمند بود، هرچی مطرح می شد گویی لمسش کرده. حاصل اون جلسات و اون علاقه مرحوم های طباطبایی به دیوان حافظ و اون تعمقی که در این ابیات کرده بود. استاد چرا شعر گفتید؟ بله برای اینکه جاهی جنبه خیال جلوه می کرد و عرض کنم بیشتر تأثیر داشت. ما هم یه چند تا بیت شعر کسی را میست یه چند تا بیت تهیه کردیم به نام شعر. شاعر شاعر خوبی بود، خیلی شعر داشت که بعد از این خواننده ها اشعارشون را از من گرفتن. بله خب مورد شعرش هست الان برای اون بخونید چیز بله بله بخونید یکی همین گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها، پرستش به مستیست در کیش مهر، برون از این جرگ هوشیارها، به شادی و آسایش و خواب و خر، ندارند کاری دلفگارها، کشیدن در کوی دلداد گن، میان دل و کام دیوارها، جهلات ها رفت چه فرهاد ها، کشته در کوه ها، جلاج ها رفته بردار ها. بله این شعر از خود علامه بود؟ بله بله. خب این شعرها رو خودشون هم میخوندن یا کسای دیگه ای براشون میخوند؟ نه خودشون هم میخوند ولی آواز نداشتشون. بله به صورت عادی میخوند؟ بله به صورت عادی. شعر زیاد داشتن که اعدام کردن، نمیخواستن که ایشون شاعر معروف باشن، اشعارشون رو پاره پوره کردن از بین بردن، دادن مستخدمشون ریخت تو رودخانه.
اشعارشون از بین بردن، جز بعضی شعرها که دست مردم افتاده بود اونا مونده. شعری که داشتین فکر میکرده یادتون نیومد؟ گفتید که در مورد حضرت امام حسین بود. بله، اون یه بیتش رو میتونم شاید به یاد بیارم. گفت اون شاه شهیدان که بلا شد سویم، با همین قافله‌ام راه فنا میپویم. مطلعش این بود، دنبالش یادم نیست. خیلی مؤثره استاد. شعری یادتون هست از اشعارتون؟ شاید یادم باشه. من به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره بودم و چشم ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که بچه من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. یه چند تای دیگرم دارم. تا کنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من نبود و امتیاز بین مردم بر خودش قائل نبودن. من یک پیرهنه، من یادم نمیاد، نظرم نمیاد، یه پیراهن نو به بدنی به تنیشون بیاد. شما او رو در حالت نماز وقتی می دیدید واقعا مستقرب بود. خداوند امیدواریم و اجداد طاهرینش محشور بفرمان و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماد ان شاء الله. پرستش به مستیست در کیش مهر، برونم زین حلقه برونم زین حلقه هوشیارها.